یه مدتیه که داره یه خبری توی رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی همینجوری دست به دست میشه. میگن که ایران مینی بیتو داره، اما منظور اونا چیه؟ دارن در مورد چه جنگنده‌ای صحبت میکنن؟ مگه ایران جنگنده جدیدی ساخته که ما خبر نداریم؟ یه مقداری تحقیق کردیم و متوجه شدیم و الانم توی این ویدیو میخوایم این مینی بیتو رو به شما معرفی بکنیم، یعنی پهباد بال سنگین سیمرغ ایران. درود بر شما، اینجا کانال نبردآورانه و من هم جلال هستم. امروزم با یک ویدیوی جذاب و یک بررسی تجهیزات نظامی پیش شما اومدم. میدونم که میدونید ما ویدیوهامون رو در قالب زبون ساده و همه فهم بیان میکنیم تا همه مردم بتونن از دیدن اون لذت ببرن. پس اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید، این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو بزنید تا از محتواهای بعدی ما با خبر بشید. حتما لایک هم فراموش نکنید. اما همه چیز از اونجای شروع شد که یدعوت آهارونوت، یک روزنامه نگار پرمخاطب و معروف اسرائیلی که مخاطبای زیادی هم توی دنیا داره، یه چیزی رو مطرح کرد. گفت ایران مینی بیتو داره و ناوگانی از پهبادهای رادارگریز کوچیکو داره که توی درگیری 12 روزه اخیر اصلا از اونا استفاده نکرده. چرا؟ چون برگ غافلگیری رو نگه داشتن، یعنی بازدارندگی، یعنی مجبور کردن که رقبا بیشتر خرج دفاع کنن و حتی وقتی که شلیکی هم انجام نشده این هزینه ها به اسرائیل تحمیل بشه. البته این دیدگاه این روزنامه نگاره، اما ما کاری به این موضوع نداریم و میخوایم این پهباد فوق سنگین رو اینجا توی این ویدیو به شما معرفی بکنیم. این مینی بیتو یا همون سیمرغ، اینطوری که معرفی شده، یک پهباد بال پرنده با ظاهر رادارگریزی که از دل تجربه مهندسی معکوس و کلی آزمون و خطا بیرون اومده. این پرنده مرموز برای جنگای امروزی طراحی شده که هم ببینه، هم بزنه و هم نفوذ بکنه و هم زنده برگرده. توی منطقه‌ای که هر نقطش زیر چتر پدافندی چند لایه است، از رادار و موشک گرفته تا جنگ الکترونیک، سیمرغ نیتش اینه که با سکوت بجنگه و با شکل آیرودینامیک درست و با فیزیک باساب‌ها و ریاضی امواج‌ها بتونه زنده برگرده. اما من اینجا قبل از اینکه این ادامه این ویدیو رو برای شما بیان بکنم، لازمه که همینجا یه نکته رو به شما بگم. ببینید دوستان، ما توی این ویدیو سعی میکنیم طبق نظر کارشناسان و منابع معتبر، حالا چه داخلی و چه خارجی، این پهباد رو خدمت شما معرفی بکنیم بدون هیچ گونه جهتگیری یا نگاه سیاسی. فقط لازمه این رو بدونید که ما توی این کانال صرفاً بررسی و معرفی تجهیزات نظامی رو برای شما انجام میدیم. اما برسیم سراغ این معرفی و بریم سراغ این تاریخچه این پهباد رادارگریز. داستان خانواده سیمرغ از وقتی شروع شد که دسامبر 2011 بود که یک فروند پهباد فوق پیشرفته آمریکایی به اسم RQ-170 توی ایران گرفتار شد و خودش تبدیل شد به یک کلاس درس بزرگ برای مهندسای ایرانی. اونا تونستن از نزدیک سازه، مواد، آرایشگر حسگرها و فلسفه پنهانکاری این پهباد رو بررسی کنن و نتیجه شد مهندسی معکوس
روز، توسعه داخلی و خانواده ای از بالپرنده هایی که میتونستن تاثیرگذار باشن و یکی از همینا شد شاهد 171 یا همون سیمرغ. این تجربه به مهندسا کمک کرد تا بفهمن که چطور میتونن یک پرنده رو با امضای راداری بسیار پایین و توان دفاعی مناسب و عملیاتی بسازن. اما بریم سراغ معرفی قسمت به قسمت این پهباد مرموز. بدنه شاهد 171 شبیه یه بال بزرگ یک پارچه است. این فرم خودش همینجوری کمک میکنه که موجهای راداری کمتری برگردن و سطح مقطع راداری بیاد پایین. بدنه عمدتاً از مواد کامپوزیتی ساخته شده، الیاف کربن، شیشه و با رزین هم ترکیب شده تا هم سبک باشه و هم بتونه انرژی راداری رو توی بعضی از باندها جذب یا پخش بکنه. ورودی هوای موتور بالا و پشت بدنه قرار گرفته تا پره های موتور که معمولاً رادارها خیلی دوست دارن اونا رو ببینن کمتر دیده بشن. دوربین های حرارتی هم با یه سری محافظای پوشیده شده که حتی حسگرها هم نتونن اون دوربین ها رو شناسایی بکنن و عرابه فرود جمع شونده داره، یعنی چرخ داره، نیازی به لانچر نداره، هم میتونه بشینه و هم میتونه بلند. این پرنده اندازه و وزنش واقعا جدیه. دهانه بالش حدود 13 متره، طولش نزدیک به 4.75 متره و وزن برخاستش حدود 3 تنه. این اعدادش نشون میدن که با یه پهباد میان وزن ما طرف هستیم، نه یه اسبابازی که هیچ کاری نتونه بکنه. این اندازه بهش اجازه میده که حسگر و مهمات قابل توجهی رو بتونه با خودش هم بکنه و در این حال مداومت پروازی و برد قابل قبولی رو داشته باشه. نسخه های فعلی از یه موتور توربوفن ملی دارن استفاده میکنن به اسم طلوع 14 که برای بهره‌وری سوخت و پرواز طولانی طراحی شده. این موتور ترکیبی از موتورهای قبلیه که یه مقداری پیشرفته تر شده تا بتونن این مداومت پروازی رو بالا ببرن و مصرف رو کم بکنن. گزارش ها میگن که حد اکثر سرعتش حدود 460 کیلومتر بر ساعت، سقف عملیاتیش نزدیک به 12,000 متر یا 40,000 پاه و مداومت پروازیش چیزی حدود 10 ساعته. برد شناسایی و عملیاتی هم بین 2200 تا 4400 کیلومتر گزارش شده که این یعنی میتونه عمیق نفوذ بکنه و برگرده. اما سیستم ناوری و کنترل پروازشه که مهمه. یکی از نقاط قوت شاهد 171 یا سیمرغ سیستم ناوری پیشرفته است. پایه کارش ناوری داخلیه یا همون ناوری اینرسی یا اینترنال نویگیشن. یعنی پرنده با حسگرهای داخلی و محاسبه‌گرها مسیرشو داره نگه میداره و حتی اگر سیگنالهای موقعیت‌یاب خارجی قطع بشن، در کنار اون از سامانه‌های موقعیت‌یاب جهانی هم میتونه استفاده بکنه. احتمالا سیستم‌های بومی هم شاید داخلش کار شده باشه تا توی شرایط جمینگ بتونه مقاوم باشه، مسیرش حفظ بشه و بتونه ادامه بده. کنترل پروازم هم اتوماتیک هم چند کاناله. سطوح متحرک روی بال، کنار بالچه ها، سکان و ترمز هوایی رو انجام میدن تا پرنده بتونه بدون دم پایداری لازم رو داشته باشه. تقریبا شبیه بیتوی آمریکاییه. اما توی مورد بعدی میخواییم ارتباطات و لینک دادش رو بررسی بکنیم که خیلی هم مهمه. حتما تا پایان ویدیو همراه من بمونید. برای ارتباط نزدیک و ماموریت‌های معمولی لینک‌های امن خط دید قطعاً وجود دارن. درباره ارتباطات ماهواره‌ای در نسخه‌های فعلی سندی منتشر نشده. منطقی تر اینه که بگیم نسخه‌های عملیاتی بیشتر روی ارتباط‌های مستقیم و رله‌های میانی، یعنی استفاده از ایستگاه‌های زمینی یا رله از طریق پهپادهای دیگه استفاده میشه. یعنی چند تا پهپاد پشت اون قرار دارن و ارتباط رو با مرکز برقرار میکنن و همین موضوع باعث میشه که برد ارتباط بیشتر بشه. همین نکته توی شرایط جنگ الکترونیک خیلی تعیین کننده است. اگر رادیوها قطع بشن، پرنده باید بتونه با ناوبری داخلی و همون اینترنال نویگیشن برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده رو انجام بده و ماموریتش رو ادامه بده. اما بریم سراغ حسگرهاش.
شاهد 171 یا سیمرغ معمولاً یه برجک شامل دوربین روز و دوربین حرارتی زیر بدنه یا دماغه رو داره که من اینجا تصویرش رو برای شما گذاشتم. این مجموعه برای شناسایی و رهگیری در روز و شرایط نامساعد جوی استفاده میشه. دوربین جلو برای ناوبری دقیق نصب شده و محافظایی هم برای کاهش امضای راداری روش انجام شده که من قبلش به شما توضیح دادم. و این مورد بیشتر شبیه RQ170 چون اون هم همین محافظها رو برای دوربینش در نظر گرفته آمریکا. اینطور که گفته شده رادارهای تصویربردار هم روی این نسخه نصب شده، اما هیچ سندی براش منتشر نشده و در حد شایعه‌ایه که به گوش ما رسیده. اما فلسفه پنهانکاری و مدیریت امضا، کل ایده طراحی اینه که هر چی که ممکنه بیرون باشه بره داخل پهپاد و داخل همون پرنده‌ای که داره پرواز میکنه تا بتونه سطح مقطع راداری رو بیاره پایین و قطعات برآمده و سطوح عمودی که بازتاب قوی رو ایجاد میکنن حذف بشن. به همین خاطره که از ترکیب هندسی بهینه پنل‌های زاویه‌دار و پوشش‌های جذب کننده امواج راداری داخلش استفاده شده. مدیریت گرمای موتور هم خیلی مهمه. طراحی ورودی و خروجی هوا و کانال‌های حرارتی طوریه که الگوی حرارتی پخش بشه و از ایجاد بخار یا نقاط داغ که دوربینا و حسگرها راحت اونا رو تشخیص میدن جلوگیری بشه. در کنار این سکوت رادیویی، یعنی رادیو فقط در مواقع ضروری و با توان پایین روشن میشه تا سیگنالای رادیویی کمتر منتشر بشه و سامانه‌های شنود کور بشن و نتونن اون پهباد رو شناسایی بکنن. اما همین فلسفه پنهانکاری باعث میشه که مهمات تا حد ممکن داخل خود بدنه پرنده به کار برن. این مهمات شامل بمبای هدایت شونده و گلاید سدید 45 ان که حدود 15 تا 25 کیلوگرم وزن دارن و یه سر جنگی کوچیک برای ضربات نقطه‌ای به اهداف نرم یا اهداف سخت رو دارن. گزارش‌ها و تیزرهای رزمایش نشون دادن که شاهد میتونه چند تا قبضه از این مهمات رو توی محفظه داخلی خودش حمل کنه. برآورد منطقی بین 4 تا 8 عدد بسته به نسخه و برد مأموریته. این یعنی به جای حمل بار سنگین، شاهد برای ضربات دقیق و اقتصادی طراحی شده و بیشتر روی مداومت پروازی و کارهای شناسایی روی اون کار شده. اما روند مأموریت از برخاست تا بازگشتش به چه شکله؟ روند معمول مأموریت اینجوریه که برخاست از باند، صعود به ارتفاع عملیاتی، نفوذ با مسیرهایی از پیش برنامه ریزی شده و استفاده از ماسک کردن با زمینه یا عبور از جهتهایی که پوشش‌های راداری کمتری دارن، شناسایی و تایید اهداف با دوربینای روز و شب انجام میشه، رهاسازی مهمات با پروفیل گلاید برای دقت و کاهش امضا و بازگشت آروم بدون مانورهای تیز که امضا رو باز هم بالا ببره. داده ها هم ذخیره یا در صورت باز بودن اون لینک از همونجا آنلاین پخش میشن. اما چطوری توی میدان دفاعی میشه باهاش مقابله کرد؟ یه سری مسائلی وجود داره که اینجا میخوام بهتون توضیح بدم و فکر میکنم که قسمت جذاب ویدیو همینجاست. ببینید، آسمون یه قلعه چند لایه است. رادارهای سنتی اهداف معمولی رو میبینن. رادارهای کم فرکانس‌تر میتونن بگن که چی اینجاست، اما دقیق نشون نمیدن. حسگرهای اپتیکی و حرارتی گرما و حرکت رو ثبت میکنن و سیستمای شنود الکترونیکی یا همون الینت سیگنال ها رو دنبالشون میگردن. توی همین شبکه شاهد 171 تلاش میکنه کشف اولیه رو عقب بندازه با کم نمایی، انتخاب مسیرهای کم پوشش و سکوت رادیویی شانس نفوذ رو خیلی میبره بالا. اما پنهانکاری مطلق وجود نداره. اگر دفاع یک پارچه و چند بانده باشه با سامانه‌های کوتاه برد و دوربین‌های حرارتی توی محل آماده باشن، میتونن این پرنده رو تشخیص بدن و شانس دیده شدن زیاد میشه.
اما میدونی نقطه استراتژیکش کجاست؟ قیمت مقرون به صرفش نسبت به نمونه های خارجی اون. این البته نظر کارشناس های نظامی خارجیه که میگن اگر چند تا از این پهپاد با هم به سمت اون لایه های دفاعی برن، قطعا اون لایه های دفاعی نمیتونن، حتی اگر تمام تجهیزات خودشون رو به کار ببرن، نمیتونن همه اونها رو شناسایی بکنن. چرا؟ چون قطعاً یک راه‌ها و یک نقطه‌های کوری برای نفوذ این پهپادهای پنهانکار وجود داره و میتونن به خاطر برد پروازی بالایی که دارن حتی از مسیر مستقیم ورود نکنن و از لایه‌های کور و قسمت‌ها و درزها و سوراخ‌هایی که ایجاد شده از منابع طبیعی از اونجا عبور بکنن و به سمت هدفشون برن. اما میدونید نکته مهمی که در مورد این پهباد سیمرغ و پنهانکار وجود داره چیه؟ اطلاعاتیه که جدیداً دارن در موردش صحبت میکنن. میگن که قراره یک سری موتورها با بازدهی بالاتر و پیشرفته تر و مصرف سوخت کمتر به این پهپادها اضافه بشه. البته هیچ خبر رسمی در موردش منتشر نشده و در حد شایعه باقی مونده، اما اگر این اتفاق بیفته قطعا میتونه که معادلات رو تغییر بده. وقتی که بردش بالاتر بره و موتورهای قوی تر و کم مصرف تر وارد بشن، نسل بعدی سیمرغ میتونه ماندگاری بیشتری رو داشته باشه و عمق عملیاتیش افزایش پیدا بکنه، چیزی که واقعا هر دفاع کننده ای رو مجبور میکنه تجدید نظر بکنه. اما بیایم یک جنبندی نهایی رو انجام بدیم. شاهد 171 یا همون سیمرغ یه پلتفرم میان وزن و رادارگریزه که برای نفوذ دقیق و اقتصادی طراحی شده. فلسفه‌اش اینه که دیده شدن رو به تأخیر بندازه، اما قطعاً پنهانکار نیست. هیچ پرنده‌ای نمیتونه قطعاً پنهانکار باشه. هدف‌های حساس رو به صورت نقطه‌ای قراره که بزنه و با تکرار نسبتاً کم هزینه، هزینه مقابل رو برای اون دفاع کننده بسیار افزایش بده. نه معجزه است، نه شکست ناپذیر، اما توی دست یک استراتژی مناسب ابزاری مؤثر و خیلی هم تعیین کننده است و میتونه که خیلی جاها ورق رو برگردونه. و از همه مهمتر، داستان این خانواده چیزیه که هنوز ادامه داره طبق حرفایی که در موردشون گفته میشه. اما حالا یه سوال چالشی پیش میاد که من از شما خواهش میکنم که حتما جواب اون رو برای من داخل کامنت ها بنویسید. دیدید که دنیا دید چطور شاهد 136 با قیمت پایین و تولید انبوه تونست یه سری معادلات منطقه‌ای رو به هم بزنه و دیدید که خیلی از کشورها شروع کردن به تولید نمونه خودشون دقیقاً کپی از روی همین شاهد 136، حتی کشور آمریکا. اما به نظر شما ممکنه که کشورهای دیگه باز هم برن سراغ نمونه های رادارگریز 171 یا همون سیمرغ ایران تا بتونن یه سری معادلات دیگر رو توی جنگ‌های ارزون قیمت به هم بزنن؟ میدونید نکته این سوال کجاست؟ اینجاست که وقتی که تکنولوژی پنهانکاری بیاد بین بعضی از کشورهای حتی ضعیف‌تر هم پخش بشه، دفاعهای هوایی اون کشورهای قوی‌تر چجوری میخوان جلوی این پهپادها و این تکنولوژی رادارگریز وایسن؟ حتماً این نکته رو در نظر داشته باشین که کشورهای خیلی کمی هستن توی دنیا که از این تکنولوژی بهره میبرن و میتونن جنگنده ها و پهپادهای رادارگریز رو تولید بکنند. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و من تونسته باشم با این موضوع نظر شما رو جلب کرده باشم. اینجا کانال نبرداورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.